سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی دوشنبه 4 مهر. دوستان عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان و صفا آوردین. و همچنین شما دوست عزیزی که در کنارم هستین، قدرشناسی من رو بپذیرین. دوستان شما با لایکاتون، با کامنتاتون و با بازدید از کانال به این کانال که کانال خودتون هست کمک میکنین و ازش حمایت میکنین. دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. ولی من امروز تصمیم گرفتم که یک کارت برای هیجان شما در خط انرژی برای فردا بریزم. پس اولین چیزی رو که با هم دیگه نگاه میکنیم دوستان، کارت هیجان شما هست. در چه هیجاناتی وجود دارین از برای فردا؟ خب من کارت ها رو مخلوط میکنم و ببینم. حرف از این میزنه که ببینید دوستان، در مقابل مسئلهش به قول معروف زیبا میایستین و شگفت زده هستین. حالا ببینید، امیدوارم ببینید ممکن هستش که اتفاق خوبی براتون بیفته و یک چیزی رو، یه مسئله زیبایی سر راهتون قرار بگیره، یا یک شیء زیبا رو ببینین، یا یک منظره زیبا رو ببینین. خب پس بسیار زیبا. پس حستون این هستش که شگفت زده هستین به صورت مثبت از مسئله دوستان. خب ببینیم که کارت بعدی بهتون چی میگه. از نظر آرکان های ماژور دوستان، انرژی که با شما هست دوستان، ببینید مسئله هستش که ببینید میترسم از اینکه ریسک کنم. خب در مقابل مسئله خیلی زیبا هستش، شاید ایستادم. حالا شاید اصلا این مسئله ربطی به اون نداره، حس شما یه چیز دیگری ببینین، یک مسئله به گوشتون برسه، یا با یه مسئله مواجه بشین که حالتون رو خوب کنه، شگفت زده بشین به صورت مثبت. دوستان اینجا در واقع یه سری از شما میترسین از اینکه پا توی یک مسئله بزنیم، قدمی بردارم، میترسم از اینکه ریسکی انجام بدم. خب میترسم از اینکه خودم رو رها کنم. ولی دارم میبینم پشت کارت ها دقیقا کارت مثبتش افتاده، اینجا منفیش افتاده، اینجا مثبتش افتاده. پس در مقابل ترس هاتون شاید خودتون شگفت زده میشین از این مسئله، ای من جرأت این کار رو داشتم که انجام بدم. و ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن دوستان. ببینید شما عزیزانی هستین هدایت شده. دوستان توجه کنید، این اسب بالا رو نگاه کنید، نمیدونم میبینینش توی چیز. عزیزانی هستین هدایت شده، مسائل براتون دارن روشن میشن توی زندگیتون. دوستان ببینید حرف از این میزنه روشنایی مسائل، تصمیم گیری که باز هم برای یک شروع دوباره توی زندگیم هست. یک شروعی رو میخوام داشته باشم، میخوام همه چیز اول برام روشن بشه، به سمت پیروزی میخوام برم. پس بنابراین تا زم مطمئن نباشم قدم بر نمیدارم. و باز هم اورژگیری شما. و ببینین دیروز دوستان کارتی که برای شما افتاده بود، کارت آقای محترم پاپ افتاده بود که حرف از این میزد رابطه روحی زیبا به شروع این ممکن هست برای افرادی باشه دوستان، یا یک قراردادی هست که من رو به اوج میبره، یا کارشناسی رو میبینم که یک مسئله رو برای من حل خواهد کرد. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چی بهمون میگن. کارت آینه بینی بهمون چی میگه دوستان. برگشت مسئله توی زندگیتون هست دوستان. ببینیم اون کارت، کارت برگشت هستش. حالا یا مسائل احساسیتون هستش در مقابل یک برگشت شخصی توی زندگیتون، یا توقعش رو ندارم یه بارش گفت زدن خواهم شد، یا اینکه در مورد مسائل خانوادگیتون هستش دوستان، دارم اینجا میبینم. و اینکه دارم میبینم برگشت مسئله در زندگیتون هستش که باید همه چیز رو چیکار کنم، درست مطالعه کنم. برای یک سریاتون دوستان من فکر میکنم که ببینید میخوام به زندگیم شاید یک جان دوباره بدم،
کاری رو انجام بدم، ولی اول باید همه چیز برام روشن بشه. دوست دارم اون روشنایی توی زندگیم برگرده، اون موفقیت برگرده. هم میترسم، همین که دوست دارم. خب ببینیم که من فکر میکنم مسئله برای یک سریاتون این روزا اتفاق افتاده دوستان، که هم دوست دارین قدم بردارین، یک شکل دوباره بدین، یک فرم دوباره بدین، یا و همین که میترسین از این مسئله. و ببینیم آخرین کارت رو بهتون چی میگه دوستان. ببین خودتون رو رها میکنین. دقیقاً ابلهی که اینجا نمیتونست خودش رو رها کنه، اینجا دارین خودتون رو رها میکنین عزیزم. خب میذارم ببینم زندگی چی برام میخواد. اینقدر مته به خشخاش نمیذارم. اینقدر ذهن نازنینم رو اذیت نمیکنم و کارتا فکر کنم همه هستن توی دوربین. اوکی. و ما بریم ببینیم که در دامنه‌های مختلف زندگیتون چه خبر هست. دوستان من از Spark of Love استفاده می‌کنم. در سر شما چه میگذرد؟ اول کارتاش مقدار مربع شکل هستن و مشکل هستش. در سر شما چه میگذرد؟ ببینید دوستان، یک سریاتون هستن، حالا یا در سرتون واقعا یک قطب مؤنثی هست که بهش خیلی فکر میکنین دوستان، شخصی که شاید به خاطر اون قلبتون درد هستش، دلتون شکسته و احساس میکنین که مسائل بینتون شکراب هست، یا برای شما خانمی که دارین نگاه میکنین یا قطب مؤنثی که دارین نگاه میکنین عزیزان دل، به حس ششمتون توجه میکنین و یک سریاتون هستن دوستان. ببینیم برای چی این بالا این خط به این زیبایی افتاد. به خاطر اینکه شاید من در زندگیم مشکلات سنگین رو پشت سر گذاشتم و واقعا در یک حالت درد کشیدن هستم. در زندگی احساسی شما برای شما حرف از انتخاب میزنه، باید راهی رو انتخاب کنین و دارم میبینم که برای این مسئله احتیاج دارم که یک دوره رو چکار کنم، بگذرونم که حالم بهتر بشه. حرف از دوره نقاهت برای من اینجا میزنه. برای اینکه بتونم راهم رو انتخاب کنم باید مسائل رو بررسی کنم، زحمت بکشم در زمینه احساسیتون. و برای یک سری ها واقعا به فکر آشتی هستین، برگشت شخصی در زندگیتون، اینجا برگشت اینجا افتاده بود، ممکن هست که همین باشه دوستان. بعد در به خاطر برگشت شخصی در زندگی، شخصی که باهاش یک رابطه احساسی دارم، حالا حتما شخصی در گذشته نیست، ممکن هستش که خیلی وقت از مسائل احساسی ندارم، الان داره شخصی وارد زندگی میشه و اینکه بر سر چند راهی هستم. پس به خودم این فرصت رو میدم خب که ببینم چی به چی هستش و دارم میبینم با خودتون مدارا میکنین، با اون شخص مدارا میکنین دوستان. بریم ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن در ارتباط با مسائل کاریتون دوستان. در ارتباط با مسائل کاریتون اینجا دارم میبینم که سکوت افتاده، انگار مسائل کاریتون دوستان سعی میکنین که نه که سعی میکنین، در حال حاضر اتفاق خاصی نمیفته در ارتباط با مسائل کاریتون، انگار که دقیقا یک دوره قبل از شروع هستم، فکر میکنم، تفکر میکنم قبل از اینکه کاری رو شروع کنم و همه چیز آرام هست. و اینجا دارم میبینم که ببینید یه سریاتون هستین که خسته شدین، خسته شدین، دست به سر هستم. ببینید این کارتوچ کی اومده بود؟ دیروز یا پریروز بود اومده بود برای شما؟ اینا معادل کارت های تاروت هستن دوستان، توجه کنین. پس در یک آرامشی هستین، در مورد مسائل کاریتون دارین تفکر میکنین، نه که حالا آرامش، در یک سکوتی هستین. یک سریاتون شاید احتیاج به استراحت داشته باشین دوستان. و اینکه خسته شدم از این حالت، فکر میکنم که اون چیزی که حقمه گیرم نیومده، یا اینکه به دنبال کاری هستم و هنوز سراغم نیومده، دارم فکر میکنم. ببین باز هم پشت کارت ها کارت کار افتاده براتون. خب
و بریم ببینیم که در مورد مسائل مالی شما چه خبر هست. مسائل مالیتون دارن جلو میرن دوستان. دارین پیشرفت میکنین. از نظر مالی همه چیز داره درست میشه. دارین پیشرفت میکنین. دستتون اون بالاست. بسیار خوب. میگم همه کارتا اینجا هستن. تک تک. همه جا بشن توش. و ببینیم که کارت در مورد مسائل مالی دومی کارتش چی بهمون میگه. اوپ. و اینکه یک مسئله داره توی زندگی مالیتون به سمتتون میاد که از گذشته مربوطه به گذشتهتون هستش. جلو داریم این در مورد مسائل مالی. خب و اما چالش شما چی هست دوست عزیزی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید؟ اپ 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 اپ. دو تا کارت افتاد. مسائل رو روشن کنیم دوستان. شک و تردید هاتون رو از بین ببریم. با خودتون آشتی کنیم. آشتی با خودتون یا آشتی با دیگری چالش شما هست دوستان و ببینم چه چیزی کمکتون میکنه خودتون رو رها کنین. کارت بالا دقیقا این پایان اومده. خودم رو رها میکنم. رها کردن خودتون چالش شما هست دوستان. من کارت رو اینقدر مخلوط کردم، دو مرتبه گذاشتم، برداشتم. ببین نگاه کنین این کارتی که کسی که یک سری از شما قلب بسیار دردی دارین، کسی هستش که دل شکسته ای داره و یه وقت این کارت کسی هستش که گریه میکنه دوستان. ببینیم که به چه سمتی میرین. مکالمه داره به سمتتون میاد دوستان. ببینید کارت مکالمه هست که براتون افتاده. پس به سمت یک مکالمه میرین. حرف میزنم. با کی حرف میزنم؟ با خودم حرف میزنم یا با دوستی حرف میزنم، با روانشناسی حرف میزنم، با مشاوری حرف میزنم. و اینجا حرف از مسائل احساسی هم افتاده. شاید هم با شخص مورد نظرتون صحبت میکنین دوستان. خب عزیزان دل، من توضیح در مورد خلاصه در مورد کارت ها میدم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. پس فردا ممکن است روزی باشه که در اون یا روزهایی که دارم میام، برای که انرژی این فال ها 10 روزه هستش دوستان، مسئله توی زندگیتون اتفاق بیفته که شما رو شگفت زده کنه، ولی به صورت مثبت دوستان. یا اینکه خوابی رو هم ممکن هست ببینین که این حالت باشه. در مقابل یک شروعی در زندگیتون یک مقدار میترسین، ولی خودتون رو رها میکنین، میذارین مسائل خودشون بیان. ولی یک سری ممکن هست برگشت مسئله در از گذشتهتون باشه، یا اینکه برگشت مسئله که تو زندگیتون که فراموشش کردین، مسائل احساسی رو فراموش کردم، داره برمیگرده تو زندگیم، کسی سر راه هم قرار میگیره، ممکن هست. ببین دوستان، من کلماتی که میگم، جملاتی رو که میگم، با خودتون وقف بدین، برای که هر کسی شرایط مختلفی داره در زندگی. در سر شما دوستان، حالا یا به خانمی فکر میکنه یا خودتون به عنوان خانم هستین دوستان، که دارم میبینم که از حس ششمتون میخواین استفاده کنین. در دامنه احساسی ببینین، با خودتون صلح و آشتی میکنین. با یک نفر ممکن هست صلح و آشتی کنین، وارد یک مکالمه بشم، ولی فکر میکنم آیا درست هست، درست نیستش. یک سری از زخم ها مرو چیکار میکنم، درمان کردم در واقع در حال حاضر، و الان چه کار کنم در مورد مسائل احساسی. خب ولی یک سری ها هنوز احتیاج به زمان دارین دوستان، که انتخابی رو توی دامنه احساسیتون انجام بده. وارد رابطه بشم، نشم، دنبال کسی برم، نرم. در مورد مسائل کاریتون در یک سکوت دارین به سر میبرین و خسته شدین از دامنه کاریتون. یک سری ها دوستان منتظر جوابی هستین، هنوز نیومده به سمتتون. یک سری ها تفکر میکنم چگونه برم سراغ کاری. به هر حال هر کسی شرایط خاص خودش رو داره. در مورد مسائل مادی برای شما پیشرفت در مقابل گذشته افتاده، یا اینکه پیشرفت میکنم و مسئله مالی از گذشته داره به سمتتون میاد. چالشتون این هستش دوستان که آشتی کنین و شک و تردید رو از بین ببرین. حالا با شخصی صحبت کنین، آشتی کنین، شک و تردیدها از بین بره، ابهامات از بین بره. یا اینکه با خودم آشتی کنم و اینکه بدونم خودم رو بیشتر بشناسم. کارت ماه افتاده و حس درونی تون افتاده و کارت آشتی دوستان در کنار هم، که میگه که ماه از اون چیزهایی که در ضمیر ناخودآگاه هم هست ببینم چه خبر هست در اون، با ترس‌های خودم روبرو بشم و با حس ششم خودم ارتباط برقرار کنم. چیزی که کمکتون میکنه رها کردن خودتون هست و به سمت یک مکالمه دارین میرین دوستان. خب عزیزان، از هرچه بگذریم سخن کارت‌های احساسی خوشتر است. بریم ببینیم که در کارت‌های احساسی چه خبر هست برای شما دوستان.
برای یک سریاتون دوستان توجه کنید در مقابل مسائل احساسیتون. حالا یک سریاتون بالا پایینیتون زیاده، یه و یه دفعه بله یه دفعه نه، یه دفعه این کار میکنم یه دفعه این کار نمیکنم، یه دفعه اوکی ما کسی وارد مکالمه میشم با کسی وارد مکالمه نمیشم، یه دقیقه میخواین پیام بفرستین برای کسی یه دقیقه میخواین پیام نفرستین برای کسی، یا اینکه به طور کلی در مقابل مکالمه با شخصی یا اینکه باز کردن مکالمه با شخصی دارم میبینم که بالا پایینیتون زیاده، آنچنان مطمئن نیستین. خب یا ممکن هستش که این انرژی شخص احساسیتون باشه که نمیدونه چیکار کنه، براتون پیام بفرسته یا نفرسته، باهاتون صحبت کنه یا نکنه. و بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی به سر میبریم، آخ بعد از کارت های مؤنث مذکر براتون میگم، بریم قطب مؤنث، نه جنس مؤنث، افرادی که مسائل احساسی براتون مهم هست، منظور خانم ها نیستن، خانم ها و آقایون، ببینیم که مسائل احساسی و معنوی براتون مهم هست دوستان. ببینیم چه در چه انرژی های قرار داره. مطمئن هست و اینکه اعتماد داره به خودش و به آیندهش و اینکه میدونه که شانس ازش حمایت میکنه. آفرین. جنگجو هست و اینکه میگه من جنگجو هستم، مبارز هستم و اینکه من هیچ چیز رو رها نمیکنم. اوکی. و میگه که من مغرور هستم و خودم رو تحت نمیخوام خودم رو تحت سوال ببرم و اینکه میخوام که و هیچ قدمی به سمت تو بر نمیدارم. خب قطب مؤنث ببینید واقعا انرژی هاش خوب بود، مبارز هست، دست از مبارزه بر نمیداره و اینکه اعتماد داره به آینده. حالا مغرور، غرور، حالا یه سری ها هستن که همه کار بندگان خدا کردن، بنابراین دیگه کاری نمیتونن انجام بدن در رابطه ای، و یا نه کسایی که میگن که نه من همه کار کردم. آیا همه کار کردی به طرف گفتی بهش احساس داری؟ نه خودش میدونه. خب نه ما خریم، باید بهمون بگین احساس داریم. پس این غرور، غرور بی خود هست. اگر که بخوایم یه سری از مسائل رو چیکار کنیم، همه کار اگر کرده باشه، حتی احساستون رو بیان کردی، پس دیگه الان کاری ندارم انجام بدم. خب بریم ببینیم که یک سری هم که لوس بازی در میارن. خب ببینیم قطب مذکر و نه جنس مذکر در چه احساساتی هست. افرادی که مسائل مادی، وجهه اجتماعی برشون مهم هست. خب قطب مذکر میگه که من به سمت تو بسیار جذب هستم و دوست دارم با تو باشم. خب دوست دارم باهات حرف بزنم، نمیتونم پس ترجیح میدم هیچی نگم. زیپ زده در دهنش قطب مذکر دوستان. دوباره و اینکه میگه که من موقع تو رو به کار میارم، میگیرم که خودم نجات پیدا کنم و در واقع از رفتار خودم خجالت میکشم. خجالت هم داره. خب کسی که اینقدر جلوی خودش رو میگیره که بخواد در مورد مسائل احساسیش با اینکه به سمت شخصی جذبه داشته باشه، احساس داشته باشه و احساسش سرکوب کردن احساساتش بشه چالنجش و بشه چالشش، بهتر اون احساسش که این زیپی که زده ما یه قفل گنده هم درش بزنیم. و اما بریم ببینیم که دوستان، عزیزانی که در یک جدایی هستین، شخص مورد نظر شما در چه حس و احساسی هست؟ من به تو فکر میکنم. این کارتی بود که دیروزم اومده بود برای تو. ولو اینکه با تو نباشم و تو اغلب اوقات در افکار من هستی، من به تو فکر میکنم در همه لحظه، در همه روز، و تصویر تو مانعی هست از این، نه ببخشید، تصویر تو همیشه در ذهن من هست و قلب من رو به تپش در میاره و من تو رو خیلی دوست دارم. همونجور که دیروز بهتون گفتم، اینجا حرف از جوتم بوکو میزنه، نه اینکه جوتم، یعنی من از تو خوشم میاد، به تو احساس دارم، ولی احساس عشق من اینجا نمیبینم با این کلمه‌ای که جمله‌ای که آخر گفته. خب دوستان، و اما بریم ببینیم فرشتگان چه پیامی براتون دارم. میتونین نیت کنین یا اگر نیت ندارین به همین صورت پیام فرشتگان رو گوش بدیم. نتیجه مثبت. خورشید در حال سوراخ کردن ابرها هست و تو به این زودی نور رو خواهی دید. چیزی ممکن هست واقعا در زندگی اتفاق بیفته، چیزی که
تو از اون ناامید هستی و روز بسیار زیبایی برای تو شروع خواهد شد. بسیار زیبا دوستان، حرف از شگفت. ببینید کارت مسئله شگفت آور، شما شگفت زده خواهید شد از مسئله. خب عزیزان، و اما بریم ببینیم عزیزان از دست رفته در چه انرژی هایی هستند. مهم نیست زمان، اینجا زمان وجود نداره. مهم نیست روز، ساعت و مهم نیست سال. مهم نیست چند وقت هستش که من زندگی دنیوی رو ترک کردم. تو میتونی با من صحبت کنی و با من باشی. تو مزاحم من نیستی و تو مزاحم پیشرفت من در این دنیای جدید نیستی. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیزان، این فال شما بود. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.